سلام و احترام خدمت دوستان عزیز کنکور 99. ببخشید بابت تاخیرمون، یه خورده باید برای آماده سازی سخت افزاری زمان میذاشتیم، میریم که انشالله کارمون رو پرتوان شروع کنیم. یکی از مهمترین جلسات برنامه ما همین جلسه امروزه که اولین جلسه محسوب میشه. یه کلیتی از ادبیات میخوام بهتون بگم، یعنی نقشه راه رو به درستی ببینیم و با هم بریم جلو. جزء مکمل آرایه که فکر کنم در اختیارتون قرار گرفته، حالا هر صفحه سفید دیگه ای هم داشته باشید میتونید که ازش استفاده بکنید، با هم بریم جلوی رو. خب اولین بحثمون در مورد بارنبندی کنکوره، یعنی اگر بخوایم ادبیات کنکور رو تقسیم بندی با هم داشته باشیم، این ادبیات کنکور. خب ما سه تست واژگان داریم. این سه تست واژگان خیلی هم عادلانه و مساوی تقسیم میشن، یعنی یک تست از دهم، یک تست یازدهم و یک تست دوازدهم. نظام جدید واژه های آخر کتاب رو خیلی پرحجم کرده، یعنی دیگه فکر کنم اینا رو بخونید عجیبه بخواد واژه ای از تو متن پیدا بشه که بخوایم روش کار کنیم. اما اگه فکر کنید واژه کافیه ما معانیش رو حفظ کنیم و خیلی راحت به تستا جواب بدیم، نه اینجوری نیست. تست های واژه پر از تله و چالشه. امروز حرفایی که حضورتون عرض میکنم مستندش رو بهتون نشون خواهم داد توی سوالات کنکور. یه نمونه سواله، اینا رو در طول سال با هم دیگه کار خواهیم کرد. دوستان عزیزم ببینید، این سوال یکی که مثلا اینجا به عنوان واژه برامون آورده در یکی از گروه هم اومده، گفته ویله ناله یا هجیر هوشیار یا همت کوشش، یه سری واژه اینجا به ما داده. یا اومده مثلا تقریز رو به ما گفته فهرست کتاب، فهرست کتاب. وقب رو اومده گفته بالای کمر، یعنی اومده چیزایی که به قضیه نزدیکه. خب ما میدونیم وقب در اندامه ولی بالای کمر نیست. تقریز به کتاب مربوطه اما فهرستش نیست. میخوام بگم صرف این که ما یه واژه رو حفظ باشیم شاید برامون کافی نباشه، باید مواظب دوروبرش هم باشیم. تمکن رو اومده گفته توانگر، تمکن یعنی توانگری، یعنی جنگ ما سر یه دونه ایه. بله چون تمکن یک مستره، یعنی توانگر بودن، ولی توانگر خالی یعنی من دارم صفت و معنی مستر میگم. یه جاهایی املا میاد تو واژه دخالت میکنه، سورو با سین مینویسن و جلوشون مثلا شیپور، یعنی معنی سورو با ساد. مفرد و جمع بارها و بارها مورد سوال قرار گرفته. منظورم اینه که برای واژه هم باید نکته بدونیم، درست امر حفظیه ولی باید با هم تست بزنیم. باید من شما رو بندازم در چالش و تله سر مفرد و جمع، سر نوع دستوری، سر شکل املایی کار داریم. اینجوری نیست که بگیم واژه رو تهی کتاب دستتو بذار بخون بیا پایین. از طرفی بحث املای ما عزیزانم کاملا تحت تاثیر واژه است. یعنی چی؟ یعنی اینجایی که شما الان باید می اومدی غلط املایی میدیدی، مثلا حشم رو بررسی میکردی، آزرم رو بررسی میکردی، کازیه رو بررسی میکردی، قرص رو میفهمیدی درسته، اینا تمام واژه هامونه. تیلسان حالا یه مقدارش ممکنه مال دوازدهم باشه اگه برات غریب اسا. زماد اینا از دوازدهم اومده. چریق، زی حیات، اینا تمام چیزایی که تو دوازدهم ذکر شده. سوالای کنکور 98 ها. یا اینجا اومده در مورد املا صحبت کرد. شما باید بدونی این مستور اینجا درسته یا غلط. واژه‌مونه مستور. سنا رو باید بدونی درسته یا غلط. ارغند رو باید بدونی. سری رو باید بدونی. اینا تماما واژه‌هامونه. پس زرنگ اون کسیه که از امروز بدونه املا جدا از واژه نیست. هر وقت داری واژه میخونی همون موقع بدون داری املا هم میخونی. پس من اگه بخوام براتون در مورد بارم بازم صحبت بکنم، حرفم باهاتون اینه که سه تا تستم شما املا داری که به شدت تحت تأثیر واژگانه.
اما حالا یه سری چالش و صحبت هم با هم دیگه خواهیم داشت، یعنی با هم صحبت خواهیم کرد که بچه ها گذاردن اینجوری، گذاردن اینجوری، سواب اینجوری، تو بیت ها اینجوری باید شعر رو بفهمی، تو جملات اینجوری باید استدلالش بکنی، ولی بدونیم خارج از این بحث نیست. و ما یک سوال هم داریم دوستان خوب من، تاریخ ادبیات، که من با اجازتون این بخش رو اینجا میبندم و اسم این هفت تستمون رو میذارم بخش خواندنی ها. اما خواندنی هایی که متوجه شدی دیگه، باید حواسمون به نکته ها و بازی هاشون باشه. آیا این قسمت ما رها میکنیم شما رو؟ نه. اولین راهنماییمون در مورد این قضیه باهاتون اینجاست که ما برای اینکه شما واژگان رو راحت تر متوجه بشی کارایی داریم، برنامه هایی براتون داریم. انتشارات تخت سیاه به تازگی کتابی منتشر کرده به نام کتاب خواندنی ها، که اصلا هیچ صحبتی، اصلا اسمش خواندنی هاست، همین اسمی که داریم صحبت میکنیم. شما تو این کتاب واژه ها رو با روش متفاوتی میبینید، یعنی واژگان رو مصور خواهید دید. حالا همین مستقنی سوال 98 بود به نوعی. مستقنی یک آدم بی‌نیاز رو گنج نشسته با تصویر معنی رو به خاطر می‌سپارید. ضمناً همون موقع که داری واژه می‌خونی املاش هم می‌خونی. همین مستقنی تو کنکور 97 هم چون تو نظام قدیما بود با قاف نوشته شده بود، یعنی هایلایت بدی که حواست به املاش باشه. املاهای آبی یه مقداری اهمیت املایی دارن، هایلایت ها خیلی اهمیت دارن. من یه دونه کتاب مصورم داشته باشم که جلدش رو بچه‌ها نشون میدم. هم خانواده‌اش، چیزی که بارها تو سوالای قلمرو زبانی دیدی و هم به املات کمک میکنه هم به معنیت. یعنی حتی اگه سوال هم خانواده ندن که به نظر من تو کنکور 99 خواهند داد، شما میدونی مستقنی یه صفت بی‌نیاز، استغنا بر وزن استفعال مسترشه، یعنی بی‌نیاز بودن. وقتی هم خانواده بودن رو میدونی، فردا اگه استغنا رو با قاف بنویسه تشخیص میدی، غنی رو اگه با قاف بنویسه تشخیص میدی. متضادی اگه تو کتابا داره، تیمایه و مفلس، یعنی همینجوری داری یه واژه میخونی دوتا دیگه میخونی، تله بهت نشون میده. الان تو کنکور تمکن و توانگر رو دیدی؟ نکته دستوری بود دیگه. اینجا رو ببین، داره بهت میگه ببین مستقنی صفته ها، اگه جلوش بنویسن بی‌نیازی غلطه ها، چون بی‌نیازی یک مصدره. تو این کتاب شما همزمان دارید واژه میخونید، املا میخونید و بهتون بگم که با نوع متفاوتی هم این رو یاد خواهید گرفت تو بخشای مختلف. یعنی خیال خودتون رو از هفت تا تست راحت میکنید و من فکر نکنم دیگه روی بحث واژه و املا مشکلی داشته باشید. یک نمونه تاریخ ادبیاتیش هم میخوام صفحاتش رو بیارم خدمتتون و بهتون بگم که سر فرصت سراغش بریم. الان نگاه بکنیم. پایمردی، خواهشگری، میانجیگری، شفاعت، مترادفش که همون خواهشگری، تضریب، دو به همزنی. بعد میگه با شفیع به معنای شفاعت کننده اشتباه نشه، برای اینکه این معنی میانجیگره. به این ترتیب در موردش داره صحبت میکنه برات. املاهای مختلف، پر اهمیت. دوباره من مورد دیگه از اینجا رو به شما نشون بدم که همزمان داری چیا رو میخونی. این بنات، جمع بنت، دختران با پسران، خب میتونه یه جایی متضاد باشه. با نبات به معنی گیاه و بنان به معنی انگشت اشتباه نشود. یعنی هر اتفاقی بخواد برای شما توی تست بیفته اینجا پیش بینی شده. به اضافه اینکه من با سرعت فقط بیام که تاریخ ادبیاتش هم میخوام به شما نشون بدم، اطلاع داشته باشی، چون اینو بعد از الان شروع کنی. اینکه واژه ها رو بعد از زید و اینا میخونم مال کسایی که امکانات ما رو شاید به این ترتیب نداشته باشن. این کتابیه که بعد از همین هفته شروع کنید و تو آزمونایی که باهاتون کار میکنم حتما ازش سوال خواهم داد. دوباره تاکید میکنم این بخش تاریخ ادبیاتشه. تو قسمت تاریخ ادبیاتش این الهی نامه عطاره، الهی و نامه و عطار، کتاب خسرو، عبدالحسین وجدانی. عبدالحسین خیلی با وجدانی بهتر یادمون میمونه دیگه، مرحوم خسرو شکیبایی و تصویرش رو داریم که در خاطر نگه داریم. این آقای ناصر خسرو، سفر نامه در ذهنمون بمونه، سیاست جهان
نامه خواجه نظام الملک طوسی. خب تو ببینید اتاق آبی رو الان با سهراب سپهری میبینی، درسته؟ خب فردا اگه بگم اتاق آبی نیما یوشیجو بنویسن، تو میگی نه تو اتاق آبی من عکس سهراب رو دیده بودم، گرچه تاریخ ادبیاتتون کم حجم شده اما اینا هم کمک کننده. شما شتاب زده یک نفر رو دارید میبینید، جلال آل احمد. اینو شروع کنید. امروز که بهتون تکلیف و برنامه هم بگم، ازتون خواهم خواست دهمش رو شروع کنید و بیاید جلو. واژه املا همزمان باید خونده بشه. پس این از هفت تست ابتداییمون. پس مشکلی دیگه حق نداریم سر خواندنی ها داشته باشیم. از این شیوه حرفه‌ای تر نمیتونیم بگیم داریم واژه و املا میخونیم. پس اینو مد نظرتون داشته باشید. میریم سراغ بحث بعدیمون. از اینجا خب بحث فنی میشه. هیچ کدوم شما نیومدید کلاس ثبت نام کنید برای واژه املا تاریخ ادبیات، ولی من باید در کنار شما باشم برای این مباحث که گفتم چه جوری هست. میرم سراغ بحث بعدی. حضورتون عرض کنم که شماره یعنی چهار تا تست شما با من خواهید داشت در کنکور از آرایه های ادبی. چهار تا آرایه سوال خواهید داشت. آرایه های ادبی موضوعشون به چه ترتیبیه؟ بذارید اصلا رو تست کنکور بهتون نشون بدم که حرفامو اینجا بهتر متوجه بشید روی همین نمونه های کنکوری. سوالات به این شکله. تشبیه و چشبه. آرایه ها معمولا چهار تا، یکیشو آرایه تکی میده. اما اکثر سوالات مثل این دوستامون که میبینید ترکیبیه. یه بیت به ما میدن، چهار تا آرایه تو هر گزینه، ما باید تشخیص بدیم. یا میگه فاقد کدوم آرایه است، شما رو درگیر هشت تا آرایه میکنه. یا میاد اینجا چهار تا آرایه به شما میده با ابیاتی در گزینه ها. چیکار باید بکنیم تو آرایه؟ خبری دارم براتون، آرایه ها ابیاتش خارج از کتابه. یعنی تو اگر تمام حسن تحلیلای کتاب رو حفظ باشی شاید اینجا جواب نده. ما تو آرایه ها سه تا چیز میخوایم از شما. یک فرمول، دو تله، سه تمرین. فرمول، تله، تمرین. یعنی شما چه دانش آموز من ماندی، چه هر ترتیبی خواستی کار بکنی، حرفایی که دارم اینجا بهت میزنم به دردت میخوره. هر جا رفتی از هر کتابی از هر معلمی توقع داشته باش برای آرایه های قاعده و فرمول بهت بگه، نه فقط یه تعریف. ممکنه بپرسی یعنی چی قاعده و فرمول؟ خیلی خوب توضیح هم اینه. شما من چیزایی که سبز می نویسم پای تخته رو شما منتقل نکنید، یا جای دیگه داریم یا غیر لازمه. آبی قرمز هایلایت من همیشه به کار ببرید، اما چیزی رو سبز یا مشکی نوشتم منتقلش نکنید. منظورم اینه ما میگیم برای مثلا حسن تعلیم باید علتی که برای بذاریم این فرمولش، به اضافه معنی شعر و چیزی که به دست میاد غیر واقعی باشه. حالا با این فرمول تو سراغ هر آرایه حسن تعلیلی بری میتونی جواب بگی. مثلا میگه خمید پشت از آن گشتند پیران جهان دیده، که اندر خاک میجویند ایام جوانی را. خمید پشت از آن گشتند پیران جهان دیده، که اندر خاک می جویند ایام جوانی را. علتی که برای خمیدگی پشت انسانهای پیر گفته دارم معنیش می کنم اینه که دنبال جوانیشون می گردن. این علت خم شدن پشت آدمای پیره؟ واقعا؟ نه. پس حسن تعلیم. شاید این بیتو بار اول بود می شنیدی ها، اما قانون و فرمول که میری سراغش جواب میده. حالا من اینو باید اول بهت بگم. حالا بعد بیام برم سراغ این. میگه آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنم، سیر نمی شود نظر بس که نکونی منظری. علتی که برای سیر نشدن از یار گفته اینه که یارش خیلی نکو منظره. پس علتی گفته معنی کردم، اما یارش نکو منظره ازش سیر نمیشه. این علت غیر واقعی نیست، این میشه تله. ما باید یاد بگیریم که توی حسن تعلیل کاری که با ما میکنن بیتای جلوی راهمون میذارن که علت داره ولی علت واقعیه.
اسم میذاریم، آرایه هایی داریم مثل حسن تعلیم، ما بهشون میگیم دو پله ای، یعنی باید دو پله طی بشه تا بهش برسیم. علت کافی نیست، باید غیر واقعی باشه. دارم مثال میگم با قاعده کلی کار آشنا بشی. این باید تمرین بشه، اینقدر باید بیت ببینی، بیت هایی که معانیشون جابجا میشه تا بتونیم اینا رو درست توی تستا تشخیص بدیم. بیا همین حرفو، علتی که برایه رو کنج ذهنت داشته باش، رو همین سوالی که داشتیم با هم یه بررسی بکنیم. میگه دلم به پیش تو میخواست جان فرستادن، ولی کبوتر جان را نبود قوت بال. علتی که برای دلم میخواست اصلا معنی نمیده، خداحافظ شما، فرمول به درد اینجا ها میخواه. زمیوه گرچه در این بوستان سبکباری، همان چو سرو به آزادگی گرفتاری. علتی که برای زمیوه در این بوستان سبکباری، اصلا علت ذکر نکرده، خداحافظ مورد به. مگر ای زلف ز حال دلم آگاه شده ای، که پراکنده و شوریده و سرگردان. علتی که برای شوریدگی زلف گفته اینه که از حال دل من آگاه شده. این واقعیه؟ نه، حسن تحلیل جین پیدا شد. بعدا حالا تکنیک های تستی هم یاد میگیریم، یعنی متوجه میشیم که حالا که اومده اینو گفته، پس حسن تحلیل تو جیمه، پس مثلا مورد الف رو حذف میکنیم. اینا رو یاد میگیریم به مرور با. پس اول قاعده بلد باشی، بعد از اینکه قاعده یاد گرفتیم بریم سراغ تمرین و به همین ترتیب کار رو به تست بکشونیم. جدول ارزش‌گذاری آرایه ها داریم، فرمول داریم، تمرین داریم. الان با هم یواش یواش بریم سراغ اون، متوجه حرفم خواهید شد. خب اما میریم سراغ ادامه صحبتمون رو. پس برای آرایه ها یه کتابی هم لازم داریم، کتاب آرایه های ادبی کاربردی انتشارات تخت سیاه. کتاب باید جلوتون باشه. امروز حالا چند صفحه‌ش رو لازم داریم، من فقط اگه برسیم بهش اشاره خواهم کرد، ولی کتاب رو حتما داشته باشید. میگم اسم و آدرسش رو توی کانال بنویسن و بله خب اولین بحثمون هم آرایه است. چرا باید آرایه رو اول پشت سر هم با هم کار بکنیم؟ به خاطر اینکه آرایه های ادبی یه بحث ترکیبیه، یعنی چند تا آرایه با هم ترکیب میشن. من اگه بیام آرایه ها رو دو تاشو به تو درس بدم، نمیتونم کار تست ازت بخوام، برای اینکه ممکنه توی تست دیدی الان حسن تحلیل و مجاز و تشخیص و تضاد و اینا رو همه رو آورده و در موردشون صحبت کرده. پس ما باید آرایه ها رو تموم کنیم که بتونیم تست بزنیم. خواهشی هم که ازتون دارم، حالا بازم شروع کنیم آرایه ها رو میگم. از من درس آرایه میگیری، نباید بری تست بزنیم. برای اینکه من باید قدم به قدم با تو تست بزنم، آمادت بکنم، راهت بندازم. اون وقت سر فرصت تو تست خواهی زد، تا آخر سال نگران نباش. پس اولی موضوع ما هم بحث آرایه ها خواهد بود. اما در طول کار روی آرایه ها، کار شما اینه که واژه خوانی و خواندنی ها رو شروع بکنید. به بهترین شکل. خیلی خوب، اما میریم سراغ مورد بعدیمون، مورد فنی بعدیمون. مورد فنی بعدیمون شما دستور زبانه و پنج تست رو به خودش اختصاص میده. ما پنج تست دستور زبان داریم که حالا اسمشو الان کردن قلمرو زبانی. به شدت شبیه مورد بالاست دوستای خوبم، یعنی در اینجا هم ما شدیداً نیازمند فرمول و تله و تمرین. به چه نحو روی دستور زبان کار میکنیم؟ دستور زبان و موازی متونتون کار میکنیم، یعنی ما کتاب دهمو که با هم شروع میکنیم، نیایش رو میخونیم، چشم و سنگ رو میخونیم، میرسیم قلمرو زبانی یک. چی میگه؟ اولین قلمرو زبانی ما توی دهم از ترتیب اجزای جمله حرف میزنه که همون شیوه بلاغیه، و بعدش از گروه مفعولی. خب این به من میگه آقا طراح اجازه داره شیوه بلاغی سوال بده، طراح اجازه داره از نقش ها سوال بده. و
بلافاصله که به اینجا میرسیم، بچه ها جزوه دستور رو بذارید جلوتون، جزوه دستور رو جلوتون خواهید گذاشت. فرمول بهتون میگم، شیوه بلاغی فرمولش اینه که نهاد اول باشه، فعل آخر، و اگر نقشی وسطشه بیاد. تله چیه؟ تله اینه که ممکنه یه جمله به ما بدن که کلش یک فعل باشه و ما فکر کنیم وقتی که میگه بیا، فکر میکنیم این الان ایراد داره، فعل اول جمله اومده. اینجوری اینجوری باید تمرین کنیم، تست بزنیم. یه نمونه توی مباحث این سوالات امسال با هم دیگه یه صحبتی داشته باشیم. مثلا میگم سوال 15، این بال 12 همه تویه. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. میگیم یه فرمولی هم ما خواهید شنید، این بحث بحث دوازدهمه، ولی ببین یه موضوع دوازدهم که مثلا قرار سخت باشه، وقتی فرمول و تمرین انجام داده باشیم چجوری اتفاق میفته. ما میگیم یه گروه اسمی که میشناسیم، گروه چند تا کلمه به هم وصل میشن مخصوصا با کسره، شما سومین اسم گروه رو بگیرید مضاف الیه مضاف الیه. مثلا تو شما از شماره 4 میای، مرید جذبه بی اختیار منصورم، مرید جذبه بی اختیار منصورم. یه اسما رو بررسی کنیم، با صفت ها هم کار نداشته باشیم. اسم 1 مرید، اسم 2 منصور جذبه، اسم 3 منصور. چرا با بی اختیار کار نداریم؟ چون بی اختیار یک ویژگیه، یک صفته. حالا تمرین شده، وقتی وارد گروه میشی کارمون اینجوریه. شد مدتی که دیده اختر شمار من یک شب ز عشق نرگس پرخواب او نخفت. اسم 1 عشق، گروهمونه دیگه، اسم 1. اسم 2 نرگس، اسم 3 او. باز میبینی پرخواب که یه صفت این وسط بود، از دستش در رفتیم. سومین اسمو گرفتیم، مضاف الیه مضاف الیه. هر کس که دید قامت آن سرو سیم تن، ای بس که خاک پای سنوبر به دیده رفت. خاک پای سنوبر، یک گروه. خاک اسم 1، پا اسم 2، سنوبر اسم 3. خب جواب من معلوم شد چنده که با فرمول، منتها اینقدر باید تمرین کرده باشیم، اینقدر تشخیص گروه، تشخیص اسما به ترتیب که روی اینا مسلط باشیم. با دستور قرار اینجوری برخورد کنیم. اینم نکته مال سال 12 بود. پس جزوه دستور آماده ای داریم. مبناش چیه؟ قلمروهای زبانی 10، 11، 12 موضوعات دستور زبانی که درمشون صحبت کرده، منتها گلچین شده اومده تو جزوه دستورمون که به موقع بهش خواهیم پرداخت. فقط در مورد دستور زبانم هر مدلی، هر وقت، هر جا کار کردی یادت باشه باید قاعده بلد باشی. مضاف الیه مضاف الیه اگر نخوای با قانون سومین اسم گروه بررسی کنی داستان خواهی داشت. تله هاشو بشناسیم. تلهش یکیش میدونی چی بود؟ بین کلمات صفت میذاشت که فاصله بندازه ما رو گمراه کنه، مضاف الیه رو گم کنیم. تمرین، انقدر تست بعد زده باشیم، انقدر تمرین تشریحی ما که کارامونه، یه موضوعیه که به شما میگیم مخصوصا تو اشعار، چون دستور زبان بچه تو نظام جدید وحشتناک بردن توی اشعار، دیدی الان توی شعر بود، ما اونجا باید بلد باشیم این قاعده ها رو پیاده کنیم. اول تشریحی، بعد یواش یواش تستی، تو تستا اشتباه کنیم تا روز کنکور بتونیم اینا رو با قاعده ها درست جواب بدیم. خب بحث بعدیمون عجیب پر تست هم هست. موضوع بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم بچه، ما 9 تست قرابت معانی و مفاهیم داریم. 9 تست.
این هم باز عادلانه تقسیم میکنن، یعنی سه تست دهم، سه تست یازدهم و سه تست دوازدهم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ بدونیم که سوالات قرابت معانی هم از خارج از کتاب تحت میشه. الان میریم دوباره رو کنکور 98 یه مواردی رو خواهیم دید. ما باید اول درک مطالب سه کتاب رو داشته باشیم. یعنی من باید بدونم وقتی صورت سوال نوشته تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب قرب نداری، یعنی باید بمیری تا به خدا نزدیک بشی، از جسمت جدا بشی، یا باید فروتن باشی تا به خدا نزدیک بشی. هر کدوم اینا میتونه باعث فرق بشه. این قدم اولمونه. دوازدهم، دهم، یازدهم. باید اینا رو بدونیم. وقتی اینا رو دونستیم تازه قدم اول رو برداشتیم. چرا؟ چون دوم اینه. تسلط بر ابیات خارج از کتاب. حالا برای این ابیات خارج از کتاب مسلط شدن هر کس راهکاری داره. یه سری میرن کتاب قرابت معنایی میخونن. نمیدونم واقعا کمکی بهشون میکنه یا نه که یه سری بیت نوشته باشن فقط. ما رویه متفاوتی داریم. ما برای این موضوع اول یه نگاهی به سوالاتش انداخته باشیم بچه ها. مثلا من باید تو این سوال 18 بدونم که وقتی که میگه شهر را از عدل دیوار کن، حاجت نیست به گل و خشت، آقا داره میگه باید عادل باشی. خب اینو تو کتاب داریم، باید آشنا باشی. یا اینجا که تو 11 هم توی ابیات قلمرو فکری درس مجنونه، از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق روز اول رنگ این ویرانه ویران ساختن. من باید بدونم وقتی که میگه از سر تعمیر دل بگذر، معنیش اینه که دل عاشق درمان شدنی نیست. وقتی که اینو میگه بیام تو گزینه ها، اون وقت بررسی کنم ببینم تو بیت های خارج از کتاب آیا اینجا که میگه عاقبت عافیت میطلبی رو سر خود گیر که عشق قهرمانی است که از دار بود چوگانش، آیا این جوابشه؟ اگه هست خط کشی و نشانه گذاریش چیه؟ کاری که ما از شما خواهیم خواست و باهاتون تمرین خواهیم کرد تست زنی با نشانه گذاریه که الان نمونه ای هم با هم تمرین میکنیم. تست زنی با نشانه گذاری مثل الان اونجا نمونه ای که بهت نشون دادم، مثل تمرینایی که خواهید دید. یعنی باید اگر چیزی رو با چیزی قرابت میگیری دلیلش رو تو بیت بتونی به من نشون بدی. چجوری با هم تمرین میکنیم؟ باز بر اساس کتاباتون. شما به موقعش از ما کتاب کار دریافت خواهید کرد، فایلش در اختیارتون قرار میگیره. اینجا این فایل همون کتاب دهمتونه به عنوان مثال. کتاب به چه صورتیه؟ کتاب کاملا اولا نشانه هاش براتون توضیح داده میشه که اگه تو کتاب که میبینی کنایه از یه چیزیه، قف میبینی یعنی قلمرو فکری، جواب این اضافه تشبیهی میبینی الاخر. بعد ستایش درس اولمونه دیگه. نه شما این فایل رو اما دریافت میکنی، اعلام میکنیم به موقعش بچه ها قرار جلسه بعد درس 1 تا 4 مورد تحلیل قرار بگیره. میشینی میخونی، داره میگه به نام کردگار هفت افلاک، یه چیزاییش میمونه با هم تو کلاس پر میکنیم. یعنی بعد میایم با هم میگیم بچه ها قبول دارید؟ میگه به نام کردگار هفت افلاک آغاز میکنم، ولی اینو ننوشته، پس ما اینجا حسب به قرینه معنوی داریم. این جزوه کار سر کلاسمونه. یه سری چیزا هم خوندی دیگه، خوندی جلوه خداوند در طبیعت، در وقت بهار آیی پدیدار. باید این میشه اون درک مطالب کتاب با دید کنکوری. ممکن اینا رو برای امتحان تشریحی خونده باشی. یا اینکه میگه عشق الهی به طبیعت زیبایی بخشیده است، گل از شوق تو خندان در بهار است. یکی از مهمترین مفاهیمش ناتوانی از توصیف خداونده که خیلی هم ازش سوال میاد، هر آن وصفی که گویم بیش از آن. پس شما این درس رو خوندی، با هم یه دوره خیلی سری خواهیم کرد، بعد میایم اینجا دیگه داغ داغ تستش منتظرمونه. وقت میدم بهتون، میگم خب شما هر آن وصفی که گویم بیش از آنی رو فهمیدی، خیلی بحث مهمیه. اگر مورد دیگه ای هم باهاش مرتبطه خط بکش. تست رو حل میکنی، میام بهت میگم
وصف او رو بیدل چه گوید باز؟ یا میام میگم عاجز بماند زبان در چی؟ در وصف یار. اما شماره چهار میخواد با کلمه وصف گولت بزنه. اینجا نمیگه ناتوانم، داره میگه هر کی زبان خودشو برای تو داره. پس مفهوم درس و مهماشو بهت میگم، پشت سرش میام سراغ این قسمت. کتاب کاری که تحویل میگیرید پر از تستای همه چی، ولی خب بیشترین کار در اینجا با مباحث قرابت معنایی خواهد بود. مثلا ببین اینجا یه سوال قلم رو زبانی واژه است، آرایه است، دوباره اینجا تست واژه است. میخوام بدونی که تو این قسمت ها مثلا این سفر رو میایم، این الان سوال ریشه در درس چشمه و سنگ داره، خط میکشی، نشانه میذاری، با هم در موردش بحث میکنیم. این جزوه‌مونه به این ترتیب که میاد به شما میگه بچه ها تو این درس حواستون باشه، میگه راستی خوبه، دروغ بده، مال حلال خوبه، حرام بده، الی آخر. درس رو نکاتی رو میگه و باید بلد باشیم. این قلمروی فکریش قشنگ تو درس ها، مطالعه تو، توضیحای من جا خالی پر کردن، قدم به قدم درس ها رو با هم میریم جلو. هم طبق تستایی که دیدی آرایه دوره میکنیم، دستور دوره میکنیم، واژه با هم تست میزنیم، هم با این کتاب همینجور قرابت معناییمون رو بهتر و بهتر میکنیم. نگاه سوال آرایه توش دیده شده، اینم به موقعش در اختیارت قرار خواهد گرفت. لطفا در مورد کتاب و کتاب تست و اینا عجله لطفا نداشته باشید، هر چی رو لازم باشه به موقعش بهتون معرفی خواهم کرد و سراغش خواهیم رفت. فعلا کار ما یکی مطالعه تو خونه واژگانه، یکی هم با کلاس موازی آرایه ها. من میخوام یه خورده با هم شروع کنیم، آرایه ها رو یه چند مورد با هم صحبت بکنیم که یه خورده با شیوه کارمونم آشنا بشید، با روش تدریسمون ببینید به چه ترتیبیه. خب قرار شد سوالات ترتیبی باشه و این سوالات ترتیبی رو من براتون اسم گذاری میکنم، روش میگم. اگه میخواییم تو سوالات ترتیبی موفق عمل بکنیم، لازمش اینه بدونیم هر آرایه یه درجه ارزش نداره. منظورم چیه؟ فکر کن الان یه سوالی به ما دادن و از ما خواستن درون یه بیتی آرایه های ایهام، مجاز، حسامیزی و واجارایی رو بررسی کن. مثلا یه تست ترکیبیه دیگه، ما رو درگیر این چهارتا آرایه کرد. من اگه به شما این اختیار و انتخاب رو بدم که یک کدوم اینا رو انتخاب بکنید، خودتون با تجربه‌ای که از قبل دارید انتخابتون کدوم خواهد بود؟ میدونم که اکثریتتون دست گذاشتید رو حسامیزی و منم با شما موافقم، اصلا منم یه تست رو بخوام حل کنم این کار رو میکنم. حالا چرا؟ برای اینکه واجارایی آرایه نخودیه که همه جا هست. حالا بعدا به خودش برسیم با هم صحبت میکنم. شما واجارایی انتخاب کنیم، از الان بهت بگم هر چهار تا بیت داره. مجاز و ایهام آرایه هاییه که پیشون به تنمون خورده، گاهی وقت سخت پیدا کردنشون، البته یه وقتایی هم باید بریم سراغشون، ولی وقتی میشود از آرایه منطقی مثل حسامیزی استفاده کرد، این دوستان رو بعدا میریم سراغشون. نتیجه که میخوام از حرفم بگیرم اینه که ما باید بدونیم یک سری آرایه هستند که آرایه ما بهشون میگیم آرایه های ستاره دار. مثلا حسامیزی و رفقاش اینجان، بعدا یاد میگیریم تو تستای ترکیبی اونا انتخاب اولمون باشن. یه سری آرایه هستن نیم ستاره. آرایه های نیم ستاره بعدا میبینیم که به اندازه ستاره دارا خاص نیستن، اما بازم بهترن از بعضیا مثل ایهام و مجاز. به امثال ایهام و مجاز خواهیم گفت آرایه های آخر سری. آرایه های آخر سری و بالاخره یه سری آرایه هم داریم که بازی گرفتنشون فایده ای نداره، کاری نیستن، مثل واجارایی بهشون میگیم آرایه های نخودی. از این لحظه هر آرایه ای رو میخوایم کار کنیم جایگاهش اینجاست. اگرم هنوز چاپ نکردی برای خودت این جزوه رو، جای دیگه ای بنویس، بعد وارد اینجا بکنی.
اولین آرایه ای که واردش میشیم و در موردش با هم صحبت میکنیم آرایه جناس همسان یا جناس تامه که یک آرایه ستاره داره، باید به درستی بشناسیمش. عملیاتمون برای یک آرایه چیه؟ فرمول، تله، تمرین. امروز ممکنه بعضیاتون کتابمون رو نداشته باشید. فایلمون صفحه 10 کتاب آرایه های ادبی که گفتم تهیه خواهید کرد و روش کار خواهید کرد داره به ما اولا یه المان و تصویری میده. باور کنید اگر متوجه بشید که جناس تام و همسان پیدا کردن یک دوقلوه که داری تو تصویر میبینید تمومه، اون وقت میتونید توی آرایه ها خیلی موفق عمل بکنید، مخصوصا جناس تام که یه آرایه ستاره داره. خب کلید لازم داریم، فرمول لازم داریم برای این موضوع. ظاهر واژگان یکسان، معانی آنها متفاوت. پس یک، ظاهر واژگان یکسان. دو، معانی آنها متفاوت. ببین واقعا یه دوقلوی همسان جریانشون اینه دیگه، چهره هاشون ظاهرشون این همه اما شماره ملی هاشون فرق میکنه، اسمشون فرق میکنه. اگر تونستی توی یه بیت یه دوقلو پیدا بکنی این اتفاق افتاده. مثلا میگه ای مرغ اگر پری بر سر کوی آن صنم، ای مرغ اگر پری بر سر کوی آن صنم پیغام دوستان برسانی به آن پری. قشنگ دقت کن ببین دوقلوها رو این تو میبینی یا نه. ای مرغ اگر پری بر سر کوی آن صنم، پرواز کنی به پری، پیغام دوستان برسانی به آن پری، حوری بهشتی، پری دریایی که میگن. پس پری اول فعله و پری دوم اسمه. علارغم ظاهر یکسانشون معانیشون فرق میکنه و این میشه جناس همسان یا تام، یعنی پیدا کردن دوقلوها. میدونی آرایه های ادبی قشنگی بازی با همین کلماته. میگه هر آن شب در فراق روی لیلی که بر مجنون رود لیلی طویل است. یه بار دیگه دقت کن، هر آن شب در فراق روی لیلی که بر لیلی رود بر مجنون رود لیلی طویل است. این بازی با کلمات و قشنگ میکنه کلامو دیگه. اصلا آرایه چیه بچه‌ها؟ اینا اصلا گوش کنید یه دقیقه جمله معترضه بریم. آرایه های ادبی یعنی لوازم آرایش زبان. گیره ابزار گرفتن، بن مضارع به اضافه اه. پوشه ابزار پوشاندن. آرایه ابزار آراستن. فکر کن مرحوم حمید مصدق میخواد به یارش بگه تو زیبایی، تو پاکی، تحول ایجاد کردی، با بودن تو هیچ کس و هیچ چیز رو نمیخوام. میشه حرف عادی، ولی از لوازم آرایش ما آرایه ها استفاده میکنه. همینو اینجوری میگه، میگه تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چونان شبنم پاک سحری، نه از آن پاک، تو بهاری، نه بهاران از توست، از تو وام میگیرد هر بهار این همه زیبایی را، هوس باغ و بهارانم نیست، ای بهین باغ و بهارانم تو. پیام های این شعر با اون قبلیش فرق نمیکنه. یار زیباست و تحول ایجاد کرده و با بودنش هیچ کس رو نمیخوایم، اون خیلی پاکه، اما لوازم آرایش اینو زیباش کرده. وقتی میگه تو گل سرخ، تو یاسمن، تو شبنم، این مقایسه یه تو با اونا چه آرایه‌ای تو ذهنمون ایجاد میکنه؟ بله درست میگی، تشبیه. وقتی که میگه از شبنم پاکتری یه آدمو، این بزرگ نمایی چه آرایه‌ایه؟
بازم درست گفتی، اقراقه. میگه بهار اومده وایساده زیباییشو از تو وام بگیره. وام گرفتن کار آدماست دیگه. وقتی بهار اومده این کارو بکنه چه آرایه‌ایه؟ تشخیص. و هر جا تشخیص داشته باشیم چه آرایه‌ای داریم؟ استعاره. بله. فضاسازی رو نگاه کن با واژه ها، گل سرخ، شبنم، باغ، بهار، اینا چیه؟ بله، مرات و نظیره. آره، یا قراره اینا رو بخونیم. الان هم توی جناس داریم این قضیه رو میبینیم. بریم سراغ یه نمونه، اینا رو حالا بعداً کتاب جلوتون باشه، الان فقط اگه میخواد یادداشت کنید که یه یک و دوی اینجا گذاشتیم. بعد از هر آرایه میایم برای شما چند تا تمرین اینجا میگیم. قرار شد قبل از تست تمرینای تشریحی بکنیم. بعد ازتون میخواییم اونایی که تو کلاس حل میکنیم و معلوم کنیم. مثلا اینجا این کتاب که جلوتون باشه دیگه اینا خیلی کمک میکنه بهمون. به تارمو اگرش ره فتاد به شب تار، به تارمو اگرش ره فتاد به شب تار، چنان دوید که گلگونه اشک بر مژگان. یه خود فکر کنید و به من بگید به نظرتون جناس همسان یا تاممون چیه؟ بله درست میگید، تار و تار. حالا کتابو که بگیرید اینا حلش صفحه مقابل هست، ما اینجا روش تاکید نمی کنیم که بعداً بتونیم بخونیم. تار مو، از این موی بغل دستیش فهمیدید این تار دانه های موه، و شب تار از این شبی که هستش شده فهمیدید تار صفته به معنی تاریک، دو قلوهامون پیدا شد. خیلی خب، یه نمونه شفاهی دیگه میگم، به من بگو جناس همسانش چیه. هم نظری هم خبری، هم قمران را قمری، هم شکر اندر شکر اندر شکری. شکر و شکر فقط، قمر و قمر چی؟ قمران را قمری. تو بیتی که براتون خوندم جناس وجود نداره بچه ها. میدونید به کجا رسیدیم؟ رسیدیم به بحث تله. توی جناس تله سازی چجوری اتفاق میفته؟ چی رو میان تله میکنن و به خورد ما میدن؟ یه لحظه حواستون اینجا با من باشه. میگه مطمئن شوید معانی متفاوت را یافته اید. هم نظری هم خبری، هم قمران را قمری، یعنی ماه ماهایی. شکرندر شکرندر شکری داره تکرار میکنه، تأکید کنه خیلی شیرینی خیلی شیرینی خیلی شیرینی. پس معانی اینا با هم فرق نمیکنه. بله، تله جناس تام اینه. به همین خاطر میخوام با اولین، حالا سر حسن تلی اشارهی براتون کردم، با اولین دو پله ایمون آشنا بشید. ما سه تا آرایه دو پله ای داریم. نمیخوام همیشه اینا رو میبینی یادت باشه که یه پله کافی نیست. ظاهر یکسان، معنی متفاوت. اینجوریه که کامل میشه. مثالی برات آورده اینجا، توضیح داده. میگه وفا را زاد مادر چون مرا زاد، جفا را زاد مادر چون تو را زاد. جناس تاممون چیه؟ درست میگی، جناس تام ندارد، برای اینکه هر چهار تا زاد معنی به دنیا آورد میده. اما اینجا رو ببین، بیا و برگ سفر ساز و زاد ره برگیر، که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد. تو شعر راهتو بردار، هر کی به دنیا بیاد یه روزی از دنیا میره. اینجا دوتا زاد، یکیشون اسم و یکیشون فعل. پس معنی و جمله رو فهمیدن تو جناس میبینی چقدر مهمه. اینم بهت بگم، ما میگیم بیت خارج از کتابه، اما طراحا ملزمن در چارچوب کتاب به ما سوال بدن. پس میبینی باید یه آرایه رو چکش بزنیم، کلیدش، تله هاش، مثالای مختلف، و ما برنامه‌مون برای شما دقیقاً همین خواهد بود و باید با این برنامه پیش بریم. خب بریم یه نمونه دیگه که میگه تنها به دیده‌ای نتوان داد گریه داد، باید چو ابر از همه اعضا گریستن. تنها به دیده‌ای نتوان داد گریه داد، باید چو ابر از همه اعضا گریستن. بله، داد و داد. داد اول اسم، داد دوم فعله. حق گریه رو بهش داد. میگه فقط با چشم معنیش اینه، نمیشه حق گریه رو ادا کرد، باید با همه وجودت گریه بکنی براش. این میشه جناس همسان یا تام. بسیار خب، بریم سراغ یک بحث دیگه. میخوام یه بیتی رو بنویسم بچه ها با هم
صحبت بکنیم و باز برمیگردیم به اینجا. این بیتی رو که اینجا میخوام بنویسم، فقط میخوام ردیفش رو به من بگید. دوباره هم دارم سبز وارد میشم دیگه بچه ها. میگه برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. ردیف این شعر چیه؟ گذران و گذران رو احتمالاً گفتید دیگه. بله، به دومین تله ادبیات خوش آمدید. ما اینجا ردیف نداریم. چی شد؟ مگه یکسان نیستن؟ چرا؟ ظاهرشون یکسانه. بچه ها گذران اینجا یعنی برخیز و مخور همه جهان گذران، یعنی جهان فانی. یه صفت، قبول داری؟ جهان گذران. بنشین و دمی به شادمانی گذران، این گذران فعله، یعنی سپری کن. قبل از هر چیز این دوتا رو به من بگو چه آرایه‌ای با هم دارن؟ جناس تام یا همسان. ردیف ما نمیشن، چیمون میشن؟ قافیه‌مون. بیایید با هم نتیجه بگیریم از این به بعد. چی که بگید؟ بله، جناس تام میگه. کجای دو مصرع؟ آخر دو مصرع به کار بره. چیه اون شعر؟ قافیه‌اش. چیش نیست؟ ردیف. چجوری سوال کنکور قرار میگیره؟ 5 تا بیت بهت میگن، میگن چند تا از بیت‌های زیر ردیف ندارند. در نگاه اول نگاه میکنی، همه آخرشون که مثل همه. اونجا تو ذهن جرقه میزنه، آهان، این نکته جناس همسانه، برم ببینم جناس همسان به چه ترتیبیه. مثلا یه بیتش ممکنه این باشه: بگفت در سر مو فراتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. ردیف چیه اینجا؟ بله درست میگی، ردیف ندارد در اینجا. برمیگردیم نکته شماره دومون، میگه اگر آخر دو مصرع جناس تام بیاد، قافیه آن شعر است نه ردیف، زیرا ردیف باید ظاهر و معنیش یکسان باشه، اما جناستان فقط ظاهرش یکسانه. هر کس که نهد پای بران خاک سر کو، ذکرش همه این است که گم گشته دلم کو. ردیف چیه تو این بیت؟ درست میگی، ردیف نداره. اینم یه نکته تستی مهم دیگه در مورد جناس. بریم سراغ مثال بعدیمون. بله، مثال بعدیمون مثال 4 رو بررسی بکنیم. زان ابروان زیبا برچین بناز چین را، بگذار تا ببینم آن چشم نازنین را. نظر چیه در موردش؟ زان ابروان زیبا برچین بناز چین را، بگذار تا ببینم آن چشم نازنین را. احتمال میدم چین و چین رو در نظر گرفته باشی. فقط باید قانعم کنی. یکیش چینه، یکیش برچین. میشه اینا رو جناس بگیری؟ بله میشه. به توضیح هم گوش کن. ما قراره یه دوقلو پیدا کنیم، مگه نه؟ به ما گفتن وارد این رستوران میشیم، میز اول سمت راست، یه دوقلو نشستن، یه عکس ازشون بگیر بیا. ما وارد میشیم، میبینیم این دوقلو ها قیافه ها مثل هم، لباس ها مثل هم، یکیشون یه بچه بغل کرده. آیا میایم بیرون و میگیم جناس نداریم؟ تام دوقلو نداریم؟ قطعا میفهمیم دوقلو ها، و عکسمون رو میگیریم و میایم. در جناس ها هم اگر پس من پیشوندی اضافه شه، نشانه جمعی، یه نکره ای مثل اینجا پیشوندی، ما سخت به جناس ها نمیگیریم و میگیم شما جناس دارید. خرم تن او که چون روانش از تن برود سخن روان است. روانش از تن رفته، سخنش روانه، اون شینم تأثیری نداره. و این میشه جناس همسان یا تام. بچه بغل تأثیری تو جناس بودن، تو دوقلو بودن نداره. پسوند پیشوند ها تأثیری تو جناس شدن ندارند، که حالا بعدن هم خواهیم دید، مثل مثالی که بهتون گفتم. خب ما آرایه اولمون رو داریم میبندیم. بچه ها به صورت آفلاین اینو خواهند داشتی که، درست میگم؟ خب کتابو که خیلی خوب، کتابو که گرفتید، اینجا باید بنویسی دو پله ای، اینجا یه 1 و 2 داریم، چند تا هایلایت داریم و میدونی کدوما رو سر کلاس حل کردیم. چرا خط نکشیدم؟ برای اینکه بعدن خودت فکر کنی، بعدن میخوای تمرین کنی.
دو تا رو گذاشتم برای تو. وقتی خوب همه اینا رو خوندی، اینجا یادت اومد، این دو تا رو بررسی میکنی. و توی کتاب وقتی صفحه 10 توضیح داده این رو، صفحه 11 پاسخ همین است. اینجوری با قدم اول جناس آشنا میشیم تا برسیم به بحث تستش. خب میریم سراغ آرایه بعدی. قرارمون چی بود؟ هر آرایه‌ای باید جایگاهی داشته باشه در جدول ما. نوبت رسیده به آرایه جناس ناقص یا ناهمسان. جناس ناهمسان یا ناقص. جناس ناهمسان یا ناقص عزیزان من، اختلافش در یک مورده. بذار اصلا تصویرش رو ببینیم. همونطور که بهتون گفته بودم، ببین یه اختلاف افتاد خود کار من، یه اختلاف بیشتر توی جناس نداریم بچه ها. جناس ناقص یا ناهمسان یه دونه. الان کفشاشون اگه فرق میکرد ما جناس نداشتیم. یک اختلاف باید توش وجود داشته باشه. بدون این صحبتی بریم با هم سراغ مثال شماره 5مون. ببینیم میدونید شما جناسش چیه یا نه. مطمئنم که میدونید. دنیا عسل است و هر که او بیش خورد، خون افزاید، تب آورد، نیش خورد. او یه اختلاف جناسه چی و چیه؟ درست میگی، بیش و نیش. هر گوشی اینجا یه اختلاف بیشتر نمیشنوه. بریم سراغ مثال 1مون بچه ها. تو مثال 1، نوبهار است بران کوش که خوشدل باشی. خودت بخون چون من بخونم. لو میره جناسش. بررسی کن نمونه شماره 1 رو، یه نگاه بهش بنداز. نوبهار است بران کوش که خوشدل باشی، که بسی چی بدمد. دمیدن کار چیه؟ بله گل بدمد. و تو در گل باشی. داره میگه از امروزت لذت ببر، گلها خواهند رویید و چه بسا تو دیگه در دنیا نباشی و در خاک باشی. خوشدل باشی به من میفهمونه قافیهش اینه، در گل باشی. میخوام بگم جناس حرکتی هم مد نظرمون باشه. بچه از هر 20 تا جناسی که شما پیدا بکنید، الان برو کتاب سعدی رو، غزلیات سعدی رو باز کن، دیوان حافظ رو باز کن، دنبال جناس بگرد. 20 تا جناس ناقص پیدا کنی، 19 تاش حرف یکیش حرکت. این خطرش چیه؟ گوش ما عادت میکنه فقط تفاوت تو حرف، ولی اول صفحه خواهیم خون تفاوت تو حرکت و یا یه حرف. همیشه داری دنبال جناس میگردی، شاید هم اوایل جا افتادنش تو ذهن سخت باشه، طول بکشه، ولی وقتی که دنبال جناس میگردی حواست در حرکت هم باشه. خیلی خوب، میریم سراغ نمونه شماره 3 در جناس. میگه از نگاهش دارم امید وصالی، زان که گاه میرود صیاد از پی صید پیکان خورده را. یه بار دیگه بیتو میخونم، گوش دنبال جناسش باشه. از نگاهش دارم امید وصالی، زان که گاه میرود صیاد از پی صید پیکان خورده را. احتمال میدم که در نظر گرفته باشی صیاد و صید رو. درست میگم؟ صیاد و صید رو گرفتی؟ اگه گرفتی گوشت یه خطایی کرده که خیلی هم طبیعیه. شما صیاد رو با سید جناس گرفتیم. قانون جناس که ما به بچه هامون میگیم، اون فرموله که بهتون گفتم، قانون خودکار عمودیه. ما به بچه ها میگیم شما خودکارتون رو عمودی اجازه دارید یک جای واژه بگذارید. اگر باقی مونده 100% یکسان بود ما جناس داریم. یعنی اینجا تو بیش و نیش اینا شما به من گفتید دیگه که درستم گفتید دیگه، من خودکارم رو اینجا بذارم، ما بقی 100% یکسانه. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. جناس خودکارم رو عمودی میذارم اینجا، ما بقی 100% یکسانه. یا همون باد و باده، میخوام بگم اول بذار آخر وسط، خودکار عمودی جناس ناقصه. بیارو این صیاد و صید که گوشمون رو گول زد یه نگاهی بندازیم. من الان آ رو پوشوندم، ما بقی 100% یکسانه. با این تشدیده چی کار کنم که دوتا حرف رو مبینه؟
با این اوائه چی کار کنم؟ پس اینا جناس ندارم. مواظب باشیم گوشمون فریب نخوره. پس یادمون نره که فرمول جناس خودکار عمودیه. براتون کلی هم مثال اینجا نوشته شده. بود و سود، بود و باد، بود و کبود، بود و بوی. ببین همش خودکار. اما بود و مثلا سویا نمیتونن جناس باشن. اون خودکار عمودیه اینجا جواب نمیده. یه بار دیگه بیاید بچه این بیت رو بخونیم. میگه از نگاهش دارم امید وصالی، زان که گاه میرود صیاد از پی صید پیکان خورده را. احتمالا تا الان انقدر تکرار کردم متوجه شده باشیم. بله، نگاهش و گاه، این شین ضمیره و تأثیری نداره. همین بچه بغل کارو خراب کرد. ما گفتیم تو جناس ها بچه بغل تأثیری نداره. این شین میره کنار، میمونه نگاه و گاه. خودکارم و عمودی که اینجا بذارم ما بقی 100% یکسانه. آقا اشکالی نداره نون و ا ندیگه، چون میره زیر خودکار. کنج و گنج هم جناس گرفته میشن. که او گه اه. آقا هم حروفشون متفاوت، هم حرکاتشون. خودکار عمودی باعث میشه که اختلافا بره کنار و باقی مونده 100% یکسان باشه. کنج و گنج رو تو ذهنت این کارو باش. حالا انقدر سختگیر نشدن، ولی در هر حال باید آماده باشیم براش. بسیار خوب، آرایه بعدی که میخوایم سراغش بریم آرایه سجع. این تنها آرایه‌ای که تو جدول ما جایی نداره، چون جدول ما مال بیت‌های شعره. جریان چیه؟ یه روز نویسنده ها اومدن گفتن آقا این شاعرها خیلی کارشون گرفته، خیلی حرفاشون طرفدار پیدا کرده، تاثیرگذاره. چیکار میکنن؟ از وزن و قافیه استفاده میکنن. خب وزن که ذاتاً مال شعره، کاریش نمیشه کرد، ولی بیا ما قافیه رو از شاعرها بگیریم، نثرمون رو با قافیه به کار ببریم. مثلا وقتی داریم مناجات میگیم، بگیم به نام آن خدای که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است و ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلانشینان را کشتی نوح است. دارم نثر میخونم اما قافیه میشنوم. پس نتیجه‌ای که میخوام بگیرم باهاتون اینه: سج در نثر همان قافیه است در نظم، و همینجاست که نثرهایی به وجود میان به نام نثرهایی که سجداران چی میگفتن؟ بله، نثرهای مسجع، مثل گلستان سعدی، مثل بخشهایی از کلیله و دمنه، مثل مناجاتهای خواجه عبدالله انصاری، مثل بهارستان جامی الاخر. خب بریم یه تمرین کوچولو اینجا با هم داشته باشیم. نمونه شماره 5: آنچه منصور حلاج گفت من نیز گفتم، او آشکارا گفت من نهفتم. چی سجه به نظره؟ قشنگ فکر کن یه شعره و تو میخوای قافیهش رو به نفر بگی. درست میگی، گفتم و نهفتم سجشه. سبزه ها شما نباید بنویسید. میگه یکی از گلستان سعدیه، یکی از دوستان او را گفت از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی. سجش چیه؟ کلمات قافیه‌ای که در نثر به کار رفته کدومه؟ بگو. بله داری درست میگی، احتمالاً بوستان و دوستان رو میگی. کلمات هم قافیه توی نثر به کار رفتن. درست نمیگی، گولت زدم دوباره. بچه اینجا ما سج نداریم. اه چرا؟ یه نتیجه ای با هم گرفتیم، گفتیم سج در نثر همون چیه؟ بله درست میگی، همون قافیه است در نظم. جای قافیه کجای مصرع هاست؟ بازم داری درست میگی، جای قافیه انتهای مصرع هاست. پس لطفاً سج عبارت ما باهاش تموم بشه. آنچه منصور حلاج گفت من نیز گفتم، او آشکارا گفت من نهفتم. بله من اجازه دارم اینا رو سج بگیرم این قافیه شعر، اما اینجا نمیتونم. این تله سج هم کنج ذهنت داشته باش. بریم نمونه شماره 3 که میگه تا با تو آشنا شدم از خلایق جدا شدم، نهان بودم و پیدا شدم. چیه سجمون؟
شدم و شدم و شدم؟ نه، شدم و شدم و شدم حکم ردیف رو دارن. مگه سج در نثر همان قافیه در شعر نیست؟ خب ما بعد از قافیه میتونیم چیزای یکسانی ببینیم که بهش میگیم ردیف. تو سج هم ممکنه این اتفاق بیفته. بله، این شدم و حکم ردیف رو دارن. هم قافیه های ما آشنا و جدا و پیدا هستن و این میشه سج. بریم نمونه شماره 4 که میگه الهی بایسته تو پیش از طاعت مغفور و نابایسته تو پیش از معصیت مهجور است. چیه سجمون؟ مغفور و مهجور. آقا آخر یکی است، آخر اون یکی وجود نداره همچین کلمه ای. ما میتونیم به قرینه لفظی یکی از طرفین سجمون رو حذف کنیم دوستان خوبم، که اینجا قشنگ براتون توضیح داده شده همه چی. بله، یکی از استا به قرینه حذف شده، مهجور و مغفور سج ما محسوب میشه. میریم سراغ جدولمون و با اولین نخودی آشنا میشیم. اولین نخودیمون بچه ها آرایه واجاراییه، یا اسم دیگرش نغمه حروف واجارایی یا نغمه حروف. ببین واقعا در بحث دانشگاهی ادبی تخصصیش همه بیت‌ها واجارایی ندارن، ولی در محدوده‌ای که کنکور حرف زده که آواشناسی نداریم ما برای دانش آموزامون و گفته سه تا واج کنار هم، هر بیتی رو دوست داری بیار من بهت واجارایی نشون میدم. پس لطفاً تو تستای ترکیبی انتخابش نکن. آقا تا حالا شده تکی سوال باشه؟ آره یا با پرسن کدوم واجارایی بیشتر داره، از واجارایی بیشتر استفاده شده. از اینجا کار شما یواش یواش با من شروع میشه، مخصوصا چون این جلسه اول کتاب نداشتی، این چند سفر رو گذرونیم با هم دیگه. دوستان میخوام بیام اولین این تستا تو کتابتون هم هست، ولی من به ترتیب چون میخواستم کار کنم وقتمون تلف نشه اینا رو پشت سر هم آوردم. تست میگه واجارایی کدوم بیشتره، بشمر ببینم. لطفا موقع تست دادن با من خودکارت فعال باشه، هیچ اشتباهی رو پاک نکن. آبی قرمز حرفیه که هر جلسه هم من خواهی شنید. الان میگه کدوم واجاراییش بیشتره؟ خیلی خوب، شما شروع کن. واجهای تکرار شده رو خط بکش ببینیم تو کدوم گزینه بیشتر این خط رو میکشی. منتظرم، شروع کن. تست سال کنکورمون در کلاس جوابش چند شده؟ دوستان عزیزم جواب سوالتون گزینه 2ه. بله، تو هیچ گزینه‌ای 12 بار یه واج تکرار نشده که در اینجا ر ر ر 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا چون تشدید داره 10 تا 11 تا 12 تا. بله، فقط با تکرار زیاد اینجا باید واجارایی بریم جلو. خب تا اینجا اومدیم حیفه، بریم یه سری هم به سجعمون بزنیم. تست شماره 2 متنی و به ما سوال داده و گفته کدام یک از این موارد سجع نیست. بررسی کنید حرفایی که در مورد سجع زدم و یادتون باشه، قراره یک گزینه از 4 تا گزینه ما سجع نداشته باشه. شروع کن.
این تست رو درست زدید؟ جوابمون گزینه چهاره. اولا منظره فنا و زوال ما آخر جمله نداریم. از اون بامزه تر بچه ها، ما اصلا اینجا کلمه خدا نداریم با کسی سج بشه. کلمه ما خدا بیامرزه که میتونه همقافیه بشه با گرز، با فریبرز. خب سوال بعدیمون فعالترین خودکار آبی رو میخواد. آخرین سوال امروزمون هم هستش. فقط امروز خواستم شما متوجه بشید منظورم از فرمول تله تمرین تست چیه. امروز یه ماکتی از این کار رو دیدیم تو چهار تا آرایه. لطفاً به سوال دقت کنید بچه ها، اصلا این روز اول دقت کنید. قراره در همه ابیات نوعی جناس باشه، یا همسان یا ناهمسان، به جز یک بیت. پس سه تا گزینه ما خط آبی خواهد داشت. میخونی حرفایی که تو جناس دادم تو ذهنت باشه، قواعدش، تلاش، همه چی؟ زیر کلمات جناسدار برای من خط میکشی. شروع کن ببینم چی کار میکنی. قطعی تر باشن بچه هایی که هنوز انجامش ندادن، از اون تستایی که یواش یواش ما رو میخواد وارد فاز جدی بکنه. الان اینو ببندم. آره این کارو میکنم، اعلام میکنم به شما که بریم اونجا. بعد چت رو اینجا باز میکنه. خب بریم سراغ حلش. دوستان عزیزم، ممکنه بعضیاتون تو یک الان زیر آهنگ و آهنگ خط کشیده باشید. میخوام با آبی قرمز آشنا بشید. اینو الان بنده خدمتتون عرض میکنم. جواب سوال یکه. نتیجه‌ای که میگیریم چیه؟ خطایی که کشیدی اشتباهه. باشه؟ من دنبال همین اشتباهام که نکته یاد بگیرم. اینا رو پاک نمی‌کنی، اینجوری زدر میزنی. ببین ما 6 ماه دیگه وقت نداریم بیان کتاب آرایمون رو دوره کنیم. اونجا باید بیان تستامون رو دوره کنیم. بعد اشتباهاتمون اینجا ثبت و ضبط بشه. لطفاً این حرفمو گوش کنید. و بعضیا ممکنه تو سه زیر روز و روی خط نکشیده باشند. الان خط میکشن. نگاهش و گاه جناسای ناقص بچه بغل میکنن قایم میشن. حواسمون باشه. روز و روی جناسن. اون ات ضمیر که اضافه شده تأثیری نداره. گوشم بر سازی به نام چنگه، اما دلم در چنگم نیست. بله جناسه. باز و بار جناسه. بله. و جواب سوال ما گزینه یک میشه. امروز بیشتر وقتمون صرف این شد. یه خودم حالا میگم جلسه اول بود، سخت افزاری تأخیر داشتیم، ولی به اون جایی که میخواستیم رسیدیم. میخواستم که این چند تا آرایه رو ببینی، با نخودی ستاره دار، نیم ستاره آشنا بشی، تست ببینی، آبی قرمز ببینی. در این حد این کار رو انجام دادیم. چند دقیقه رو اختصاص میدیم به پیام های بچه ها. ببینیم اونایی که حرفی توشه که پاسخ داده نشده و نیاز دارن و بهش بپردازیم. باشه حالا الان با بچه ها خطی. خیلی خوب، خیلی خوب، مرسی. بله کیفیت بد بوده. قضیه قرمز با بله بله سوال خوبی. یکی بچه ها میکنیم که با آزمون ها پیش میرید 100%. علت این که ما آرایه رو اول همه داریم با شما کار میکنیم اتفاقا دوستان عزیزم همینه. به خاطر اینه که ما آرایه هامون در همه آزمون ها به صورت جامع وجود خواهد داشت. بله با آزمون پیش میریم.
تکلیف و آزمونامون هم پله پله میریم جلو. الان حرفمون تموم شد، تکلیف جلسه اول رو خواهید گرفت. برای تاریخ ادبیات دو تا کتابا رو باید بخونید. برای تاریخ ادبیات سه تا کتاب باید بخونید، براتون عرض کردم، ولی تو کتاب خواندنی یا هر چی از تاریخ ادبیات بخوای حضور داره. تست ادبیات موضوعی گاچ یه خورده برای کتاب به من وقت بدید. بله، ولی کتاب موضوعی گاچ خوبه، ولی یه خورده به من وقت بدید. فعلا شما کتاب آرایه رو دارید، فعلا سرمون گرمه، یه خورده وقت بدید، به موقع کتاب خوبو باز خدمتتون میگم. سوالا رو اونایی که لازم باشه گزینه‌ها رو براتون توضیح میدم. سوال دو جستم برگشتم عبارت باش تموم شده، یاد این دنیای پتیاره انداخت و روزگار بدقواره انداخت، دنیای بوغلمون، دنیای دون، عبارت ها باهاشون بسته شده. خب در گزینه سه دیدم و دیده رو دیده و دیدم هم آره غلط نیست جناس گرفته باشی. بر و سرم چه سوالای خوبی هم داره مطرح میشه، میتونن جناس بوده باشن. ادبیات نظام قدیم و جدید توی مبحث واژه میتونم بگم 80% فرق داریم، ولی آرایه‌ها یکسانه. دستور زبان یه ذره نگاه فرق کرده و تو قرابت معنایی حدود 50% تفاوت داریم. تو تاریخ ادبیات 80% تفاوت داریم. آرایه رو میتونیم بگیم 100% یکسانه، دستور زبانم یکسانه. خیلی یه خورده میگم دید سوالات، مثلا تو نظام قدیم ما کمتر دستور تو شعر داشتیم، الان تقریبا همش دستور تو شعره. باز عزیز من نمیدونم محشید جان دقت کن، سه تا کتاب تاریخ ادبیات ما نداریم. هر چی تاریخ ادبیات تو دهم و یازدهم و دوازدهم گفته شده شما باید بلد باشی. اونا رو تماما تو کتاب خواندنی هامون هم پوشش داده، از کتاب مجزایی نیست. تاریخ ادبیات همون چیزایی که توی کتابامون مطرح شده. گزینه یک سوال سه، بله گزینه یک سوال سه که زدیم، آهنگ و آهنگ هر دو معنی قصد میدن. اگر تو قصدی به ما نداری، من جز تو هیچ قصدی ندارم. چیکار کرده؟ مثل شکر و شکر و قمر و قمر که صحبت کردیم، خواسته فریبمون بده. این هم که در مورد کیفیتمونه، برای هفته دیگه میگه بله آرایه ها رو باید حتما داشته باشید. بله فعلا فکر کنم مهدی اگه اشتباه نکنم یا مائده، دو تا کتابی که فعلا باید بگیریم همینا هستن که باید بریم و روش کار کنیم. سوال سرم یک بار دیگه پس خدمتتون گفتم، از جلسه بعد از اول تدریس، نه ادامه همین جلسه است، این چند تا آرایه مشکل نیست، آفلاین هم میتونید دیده باشید، کتابو فقط حتما براش تهیه بکنید. بریم سراغ قسمت برنامه‌مون که برنامه و تکالیفمون هم داشته باشیم. خب تکلیفم که پرسی، همه چی به موقع دیگه بچه‌ها، همه چی به موقع انجام میشه، خیالتون راحت باشه. نه بذار باشه، حالا که من تکالیف رو مینویسم باز چیزی به نظرم برسه سوال خوبی. بله الان اینجا براتون کتابا رو مجددا خدمتتون عرض میکنم. میتونم ببرم بالا چتمون رو از اینجا؟ بله که ببینم چه خبره. کتابایی که فعلا باید داشته باشید، حالا غیر از جزوه مکمل که دارید و گرفتید، کتابایی که باید داشته باشید، یکی خواندنی های ادبیات، خواندنی ها، یکی هم آرایه ها. هر دو هم مال انتشارات تخت سیاه، خیلی راحت ارتباط دارید خدا رو شکر با تخت سیاه دیگه. خواندنی های ادبیات، آرایه های ادبیات. خدمتتون عرض کنم که اما مطالعه، مطالعه کتاب خواندنی ها دهم رو شروع می‌کنی. همینجوری که میای جلو واژه و تاریخ ادبیات همزمان داره کار میشه. تست فعلا هیچ کاری نداریم. برای هفته آینده یه جورایی پرسش رو آماده باش که انگار میخوای واژه املای این رو به ما جواب بدی. دیگه خیلی خوب، اینم اسم کتابا رو که داریم. صدامون وصله؟ چون که بچه ها میپرسید. به امید خدا از هفته دیگه مرتب 5:45 دقیقه در خدمتتونم. آرایه ها رو محکم و مفصل میریم جلو. بله.
دیگه اینم رسید دیگه، خدا رو شکر زودتر خدافظی نکردیم. دوستان عزیزی که توی برنامه‌مون بودن هر دو تا کتابشون هم که اعلام کردن دستشون هم درد نکنه 25% هم تخفیف دادن، با خود تخت سیاه میتونید ارتباط بگیرید. پر انرژی هفته دیگه آماده باشید. امروز فقط ذهنیت گرفتید تا میتونید دهم واژه املا میخونید از رو کتاب خواندنی ها. به خدا میسپارمتون، تا هفته دیگه میبینمتون.